هنوز که هنوز پیدا نشده. 3 ساعت و نیمه که من دارم دنبال این شلا میگردم جا ندارم دیگه، باورم نمیشه جا ندارم برای کتاب. احمد اکرم چقدر جالب، احمد اکرم الان با هم به طور رسمی به اینو باید بکنم فعال شجونه ما داره. درود به همگی، این شما و این یک اپیزود دیگه از ماینکرافت سروایوول جاوا. توی این اپیزود همونطوری که از ثامنیلش معلومه و از عنوانش معلومه میخوایم کاندویت درست کنیم. پشت صحنه این اپیزود اتفاقات فوق‌العاده عجیب و غریبی افتاد و من اصلا انتظار نداشتم همچین پشت صحنه‌ای بتونم ضبط کنم و اینقدر طول بکشه که بخوام مقدمات کاندویت رو فراهم کنم. بریم با هم دیگه ببینیم، خالی از لطف نیست. آره، همونطور که بهتون گفتم کاندویت یه هارت آف ده سی میخواد و یه ماده دیگه، و اون ماده دیگه چیزی نیست جز، شاید باورتون نشه تا حالا اسمشو فکر نکردم، یادم شل داشت توش، از اینا بود دیگه، از اینا موقعشه که از اینا 1 2 3 4 ناتس شل، ناشس شل، ناتس. یه لحظه صبر کن، یه دقیقه تو گوگل میزدی میدیدی دیگه، ناتلس شل، ناتلس شل کاری داره؟ یه دقیقه تو گوگل میزدی سری گوشید، همینجاست گوشید، همین بغله، یه دقیقه میزدی ناتلس شل. آره، و اینا رو با ماهیگیری کردن میتونیم به دست بیاریم. چند تا اپیزود قبلا من رفته بودم بالا سر این زامبی آریا و چستایی که اینا کنارشون اسپان شده بود، چند تا قلاب ماهیگیری بود و 3 تا بود، دوتاش لاک آف ده سی داشت و یه دونش هم مندینگ داشت. الان با اینی که لاک آف ده سی داره میخوام ماهیگیری کنم، حالا هم چون لاک آف ده سی داره آیتم های دیگه میتونیم ازش به دست بیاریم و هم این ناتس شل، همین اینو، این شله رو. این مرغای بدبختم جزو لاینفک و جدا نشدنی اپیزودهای منن. نمیخوام آقا، تخم مرغ به چه درد من میخوره؟ اینا تخم مرغ اسپان میکنم من مجبور میشم بندازم تو دریا، چی بشه؟ یعنی اینجا رو قشنگ خلوت میکنم، یه چیز خفنی میخوام درست کنم باشه اینجا. یه دونه پیدا شد، ایوال ناتلس شل، بله ناتلس شل. الان ادیتور محترم که خودم هستم در آینده براتون اینجا می نویسه که چقدر طول کشید تا بتونم اولیشو پیدا کنم. در کل 8 تا میخوایم از اینا برای هر کاندویت. اوه 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 اوه، ببینید چی پیدا کردم، چه اینچنتد بوک خفنی، پیرسینگ 3، بین آف آرتروپاد 4 و افیشنسی 3. اون اولیه رو خیلی خرشانس بودم که تونستم با اون سرعت پیدا کنم، الان همش دارم چرت و پرت از اینا داره در میاد. این چیه؟ لیلی پد، گورباقه میشینه روش، عکس میگیرم برای مستند ازش، از اینا داره در میاد و استرینگ و یه سری خوزعبلات و چرت و پرت فقط داره میاد بیرون. یک نکته سمه دیگه، الان من قلاب ماهیگیری که توی دستمه، بذارید اینم بگیرم، ضمن اینکه هنوز پیدا نشده دوباره از اینا، قلاب ماهیگیری توی دستمه، سپر توی دستمه، بعد الان بر فرض مثلا من این آیتمو از اینجا میذارم اینجا، اینو دقیقاً چجوری جابجا میکنه؟ با کدوم عضوی از بدنش این توانایی رو داره که این آیتمو الان جابجا کنه؟ بذار اینجا، از اونجایی که تجربه‌ام 30 شده گفتم بذار هر چه سریعتر بیام این چینت بزنم، یه کتاب این چینت شده درست کنم تا دوباره بتونم سریع بسونم لول 30 یا شارپنس 3. روی اینم شارپنس 3، یعنی الان میتونیم بکنیم شارپنس 4. بله 35 تا تجربه میخواد، 35 تا تجربه. بذارید تلف بعدی میده تجربه ها برسونم 35، بتونم اینو قوی ترش کنم. الان یکی دو دقیقه است از تو دریا اینو پیدا کردم، میدونه فیشینگ راده که مندینگ روشه با لور 2. لور یکی از اینچنتمنت هایی که باعث میشه که قلاب ماهیگیریتون سریتر بتونه ماهیگیری کنه، یعنی تندتر اجسام یا ماهی ها میان سمت قلاب ماهیگیریتون، سرعت کارتون افزایش میده و مندینگ هم که روشه، یعنی با تجربه تعمیر میشه و ماهیگیری هم که خودش تجربه میده بهمون، نه همینطوری داره تعمیر میشه، جونش داره زیاد میشه همینطوری. فعلا میخوام با این ماهیگیری کنم چون فعلا فقط تونستم 3 تا پیدا کنم از این شلا، ولن از روی ساعتش زیاده 1 ساعته که دارم ماهیگیری میکنم. اوکی. الان یه حرکت سم رسید به ذهنم و الان یه حرکت جالبتر از اون رسید به ذهنم، اینی که مندینگ و لور 2 داره با اینی که لاک آف ده سی 2 داره ترکیب میکنم درست سم میبشه و دیگه خرابم نمیشه هیچ وقت. لاک آف ده سی هم همیشه داریم روی این، با اینکه تجربه‌مو 9 تاشو مصرف کرد ولی فکر کنم ارزششو داشته باشه چون خیلی الان این فیشینگ راد خیلی خفنی شد توی بازی، یه فیشینگ راد خیلی خفن داریم از این به بعد. فقط صبر کنید بذارید من 8 تا شلو پیدا کنم. اگه بفهمید تو این چست که چیزایی که ماهیگیری کردم و گذاشتم چیا هست، برگاتون میریزه.
اصلا پیدا نمیشه، خیلی کمیاب این شلا. بریم ببینیم این همه مدت که من همین بغل بودم چقدر آهن تولید کرده اینجا. به به، ماشاءالله به این فارم، سنه برکالله به قول ترکا. همین الان یه قلاب دیگه پیدا کردم که روش لور 2 بود. بذار ببینم لور 3 داریم؟ لور 3 داریم ولی 13 تا اکسپی میخواد. جهنم و ضرر، آتیش زدم به مالم. یه نکته دیگه هم اینجا جا داره یادآوری کنم که خودم هم یادم رفته بود اصلا. الان اومدم دیدم اینجا فارم اصلا کار نکرده. حالا برای چی؟ برای اینکه این فارم آهنو که درست میکنید حتما باید ویلجراتون هر چند دقیقه یه بار بخوابن، مثلا که هر 20 دقیقه یه بار، هر نیم ساعت یه بار، حداقل اینا باید شب بشه و شما نزدیک باشین که اینا بخوابن، وگرنه فارمتون یه کار نمیکنه، متوقف میشه تولید آهن. آره اینم درست شد. یک کم فضا اینا رو باید بازتر میکردم. حالا فارمم همینطوری هم باشه خوبه دیگه، اینم در امن و امان همچنان. گرچه زیرش هم بپوشونم خیلی بهتره، ممکنه بچه زامبی بره اینا رو خف کنه. حاتم تایی، این حاتم تایی چرا نامرئیه؟ جالب ترید هم میشه باش کرد ولی داداش همون غیبه اینجا. یعنی چرا غیبه؟ چه اتفاقی میتونه افتاده باشه؟ اینجا باش دیگه، سر خودتو به باد نده، جندم نزد، دست نمیزنی به اینجا. لامصب پیدا نمیشه. اینم که همینطور پدیدار شدیم بالاخره. فکر کنم داره قیمت میذاره روی اینا. داداش اینا برای فروش نیست، برای خدا روزی چه جای دیگه بده. البته الان گیرش میندازم، الان اولویتم اینه که سریع این شلا رو پیدا کنم، بعد برای اینم برنامه دارم. حالا نمیدونستم این قرار اسپان شه. یس فهمیدم این چیکار میکنه، معجون خورد نامری شد، پس این میتونه معجون بخوره. الان نشستم در همین پوزیشن به صورت کفتری یا پوزیشن کاسه توالت، زانوام و پاهم همه خسته شد، گفتم اینطوری میشینم یکم پاهم واشه. هنوز که هنوز پیدا نشده. الان نزدیک 3 ساعت و نیمه که من دارم دنبال این شلا میگردم، فقط 6 تا شد تونستم پیدا کنم تا حالا. چی بود؟ یه دونه پیدا شد، همین الان یه دونه پیدا شد. دوربین بگیر. یاش. یه دونه دیگه میخوام، فقط یه دونه دیگه مونده. One eternity later. وای بالاخره پیدا شد، بالاخره این سگ مصب عوضی پیدا شد. هر روز ساعت من 4 ساعت و 2 دقیقه دنبال این سگ مصب گشتم. فقط بذار دوربین رو روشن کنم تا نشونتون بدم چقدر تونستم آیتم این چینج شده و کتاب این چینج شده پیدا کنم. آره بیشتر از این که من از پیدا کردن این ناتلس شلا خوشحال بشم، از پیدا کردن این همه آیتم و اینچنتینگ و اینچنتمنت و آیتم اینچنت شده و اینا خوشحال شدم. الان اینجا دوتا چسته از چیزایی که با ماهیگیری به دست آوردم. یکیش که خود همین چیز فیشینگ راد قلاب ماهیگیری که خیلی خفن شد، مندینگ داره، با تجربه خودش رو تعمیر میکنه، هیچ وقت خراب نمیشه. لور 3 روشه و لاک آفت 32 خیلی خفن شد، خیلی. یه چیزی که الان با این ماهیگیری این سری دستگیرم شد اینه که اگه زمان بذارید، مثلا یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت زمان بذارید با یه قلاب ماهیگیری که لاک آفت سی یا لور داره و مندیگ هم روشه، میتونید تعداد بسیار زیادی کتاب اینچین شده به دست بیارید و البته آیتم های اینچین شده که بیشترش بوه، یعنی تیرکمونه، تیرکمون که نه، خود کمون. و ماهیگیری کردن میتونه راه خیلی خوب باشه برای به دست آوردن کتابای این چنج شده. و این کتابای این چنج شده، کتابای این چنج شده درست حسابی توشونه که بعض از این چنجاشو خودش آدم بخواد با این چنتینگ تیبل به دست بیاره واقعا پاره میشه. نکته دیگه اینه که اگه خواستید دنبال ناتلس شل بگردید، پیشنهاد من اینه که حتما فیشینگ رادتون این چنج شده باشه، چون خیلی طول میکشه. با هم دیگه دیدیم دیگه، خیلی دهنتون سرویس میشه. حداقل یکی دو تا این چند داشته باشه که یکم سرعت کارتون بره جلوتر. این دو تا چسته که اینوری چیزا و آیتمای به درد نخوره، نسبتا به درد نخوره که امروز به دست آوردم، و این یکی آیتمای درست حسابیه. فقط میخوام تماشا کنید این آیتم آشغالامونه که تازه بدم نیستن، مثلا کلی ماهی توش. این پافر فیشا رو الان میخوام باش معجون درست کنم و گوشت زامبی و استخون و این جور چیزا. یه قله اومگیری ساده، فقط اینجا رو نگاه کنید. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تا زین به دست آوردم، 14 تا نیم تک، یعنی میتونم بلاکا و باکتریای رو بلاکا و آمیب رو سطح آب الان اسم گذاری کنم، انقدر نیم تک دارم. این چنتینگ رو نگاه کنید، این چنتد بوکا رو نگاه کنید، افیشنسی 4، پاور 3 و پانچ 1، مولتی شات و افیشنسی 4،
شارپنس 3، افیشنسی 3، پیرسینگ 4 و پروتکشن 3، اینفینیتی میخوام بزنم روی این تیرم بی نهایت میشه، پاور 3 دوباره و فایر اسپکت 2. شت. و حالا اینجا رو نگاه کنید، بوا رو نگاه کنید که چه این چنتایی روشون هست. آمبریکینگ 3، پاور 3، پاور 3 فلیم، آمبریکینگ 3، پاور 3، پاور 3. کلی کار میخوام این اپیزود انجام بدم، یعنی کلی این چنتینگ میتونیم این اپیزود بکنیم اگه تجربه‌مون اجازه بده. اینا رو میبینم خسته میشم، اصلا دلم میخواد ببندم برم بخوابم، خیلی خسته شدم تا اینا رو پیدا کردم. شب شد بریم این اپیزود. ضمن اینکه مولا نصرالدین هم دیساپیر شد، بدبخت این واندرینگ تریدر اعظم مولا نصرالدین با شوتاراش اومدن و با لاماش غیب شد. بعدش خواستم الان حسار دورش بکشم، نیم تگ بزنم روش، بدبخت در رفت. بریم قبل اینکه بریم سراغ کاندویتمون چند تا این چند تا خفن بزنیم. جا ندارم دیگه، باورم نمیشه جا ندارم برای کتابم. چقدر صحنه قشنگی تو هیچ سری سوروایولی، چه آفلاین چه آنلاین، تو کل عمرم اینقدر کتاب این چند شده نداشتم توی دونه چست. الان پاور 4 داریم روی بو با آن بریکینگ 1، پاور 3 داریم و آن بریکینگ 3، پاور 3 و پانچ 1، تازه پانچ نداره روی این. پانچ یه اینچنتمنتیه که بزنید رو تیر کمون پرت میکنه اون چیزی که بهش تیر اندازی میکنید رو به سمت عقب. جمله بندیم اینطوری بود، چیزی که بهش تیر اندازی میکنید رو به سمت عقب پرت میکنه، برعکس گفتم. اینو رو پاور 3 رو بزنم رو این، ولی فکر کنم تجربه کم بیارم. پاور 3 رو، پاور 3 پاورش هم میشه 4، حالا اینم پاورش 4ه. این دوتا رو میخوام بزنم تنگ هم، 29 تا تجربه میخواد، میشه پاور 5، آن بریکینگ 3، فلیم و پانچ 1. I'm God. اینجا میریم سراغ این ندر کوارتزایی که قبلا فکرشو کرده بودم، جمع کرده بودم از قبل. اینا رو میچینم، حالا تجربه اینا استفاده میکنم. چقدر حال میده این چنت کردن، تازه این چنت کردن خود بازی داره من بیشتر حال میده اخیراً. همینو میبرم، پاور 5، آن بریکینگ 3، فلیم و پانچ 1. به 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 به، بریم روی مابی چیزی. فقط من میخوام اینو امتحان کنم. او اینفینیتی بخوایم بزنیم روش فکر کنم خیلی تجربه بخواد. 29 تا تجربه رو خورد، 19 تا تجربه میخواد فقط اینفینیتی. به یکمش هم بدم به تو بخوری، بعد وقت گرسنگی کشیده اینجا، یه هر جا میخوای برو یکم بازی کن. آره اینچنتمنت های دیگه هم داشتیم، یکی رو میخواستم روی این کلنگم بزنم، روی این کلنگیم که فقط آن بریکینگ داره. یه دونه افیشنسی هم میخوام روی این بزنم که این کلنگ دمه دستیم شه دیگه، فقط از این استفاده کنم و سرعت عملمون این ببره بالا. افیشنسی 4 داریم، ولی فقط یه دونه آن بریکینگ روشه، خیلی تجربه 4 تا میخواد. ایول این شد کلنگ دمه دستیمون. علاوه بر اینکه آن بریکینگ داره افیشنسیش هم بالاست، اینکه لوتینگ داره و اونی که سیلک تاچ داره خیلی خراب نشن. ماشین دمه دستیمونه، بنزوبی انور رو میذاریم پارکینگ، با این مثلا پیکان در و داغون میریم سر کار. آهان، اینکه افیشنسی 3 داره و بین آف آرتروپاز 4، اینو میخوام بزنم به این دایموند اکسم. دلیل اصلی که این اینچنتد بوکر رو دارم میزنم روی تبرم اینه که این بین آف آرتروپادزش هم میمونه، یعنی آرتروپادزا که یکی از یه دسته یعنی از ماب ها تو بازی، با این تبر بزنمشون بیشتر دمیج میکنن، ولی اگه شمشیرم رو بزنم روی این بین آف آرتروپادزش اصلا کار نمیکنه، اصلا اینچنت نمیشه، چون خیلی خودش اینچنتمنت هست روش. الان اینو بخوام بزنم 7 تا تجربه میخواد. قضا رو برداریم 5، هم تبرمون سریع تر میشه، هم خواستیم آرتروپاد ها رو بزنیم با این میزنیم، با این تبره میزنیم. کاست 7 تا تمام شد و رفت. حالا میمونه اینفینیتیه که بخوام بزنم رو تیر چمونم، 19 تا تجربه میخواد که تجربه زیادیه به نسبت. ترجیح میدم الان نزنمش، بذارید بقیه وسایلم هم بذارم تو همین اتاق اینچنتمنت باشه. ببینیم افیشنسی 4 چجوری شد روی این. به به، له میکنه اصلا. پریچر که مغزش گوزیده، بعد من میگم چیکار داره میکنه الان؟ در ساعت اینو درست کرده. کاری که الان میخوام بکنم اینه، این اپیزودی که اینو درست کردم اپیزود پیش واقعا دهنم سرویس شد و برای اینکه زودتر تموم شه من یکم برام خستگی در کنم، هر چی دم دستم بود چپوندم این تو. الان میخوام آهن بردارم، این دایموندا رو اینا رو از اینجا بکنم جاشون آهن بذارم. فارمو نگاه کن چقدر آهن، بیش از اندازه آهن دارم الان. خیرات کنیم بذارم تو سینی، بذاریم توی یه بار مصرف بدیم اینون، حالا قطعا این از کار میفته. ایو خاموش شد. چقدر امرالد من این زیر داشتم، امرالد حرمت داره نه لذت. یه بعید میدونم دایموند داشته باشم اینجا و اینا رو هم از اینا هم عقب توش سیف موند. چقدر خوب.
الان من چند تا برنامه دارم که یکیشون ساختن خونه زیر آبه و تو این سری میخوام کلا کارهایی رو بکنم که تا حالا تو عمرم انجام ندادم، یعنی برای خودم تازگی دارم. مثلا کاندوی تا حالا درست نکردم یا بیکن فول پاور فکر کنم توی سری سوروایول درست نکرده بودم تا حالا اصلا، و گفتم بذار کاندویت اول درست کنم که از کاندویت پاور بتونیم استفاده کنیم. چرا سر صدا اینجا خفه شید؟ تا کاندویت پاور وقتی دارم خونه زیر آبم رو درست میکنم بهم کمک کنه. حالا بریم جلوتر کاندویت رو درست کنم میگم که کاندویت پاور چیه، اصلا کاندویت چیه، چی کار میکنه، چجوری باید درستش کرد، چه فایده ای داره، رنجش چقدره، یعنی تا چند بلاک حد اکثر اون ورتر کار میکنه. در قدم اول میخوام پوشن واتر بریدینگ درست کنم که اون زیر آب داریم کار میکنیم راحت نفس داشته باشیم. بس دیگه آقا بیدار شو، لنگ زوره، برم جارو برقی بکشم، صدای تلویزیون رو بلند کنم تا این بیدار شه. این پافر فیشا رو میذاریم و پوشن واتر بریدینگمون اوکی میشه. از این بالای سری بزنیم به پروژه‌ای که تا حالا ساختیم. چقدر زیبا، چقدر مجلل، چقدر شیک و لاکژریس. حالا میخوایم خود کاندویت رو درست کنیم. قبل از هر چیز 8 تا ناتلس شل میخوایم که من واقعا پاره شدم، دوباره تکرار میکنم، واقعا پاره شدم تا اینا رو به دست بیارم. و بعد هارت آف سی که قبلا پیدا کردم، دو تا هم پیدا کردم. میام تو کرافتینگ تیبل اینو میذاریم وسط، 8 تا رو میذاریم دورش و کاندویت. اینا از این. اما حالا این کاندویت که میبینید چرا شبیه این کاندویت نیست که من سری نشونتون دادم چند تا اپیزود قبل؟ برای اینکه این باید فعال بشه، یعنی باید توی شرایط خاصی باشه که این کاندویت فعال کنه و شروع کنه به کار کردن. اولین چیزش، اولین شرطش اینه که اصلا زیر آب باشه. بعد باید دورش رینگ یا حلقه درست کنیم. میتونیم دورش 1 الی 3 تا حلقه درست کنیم. هر چقدر تعداد حلقه ها بیشتر باشه، اثر کاندویتمون رنجش بیشتر میشه. مثلا 1 رو به 2، 2 رو به 3 تبدیل کنید. تو فاصله های دورتر هم کار میکنه. و الان میخوام از اونجایی که تعداد زیادی بلاک پریزمارین دارم 3 تا حلقه دورش درست کنم که ماکسیموم میشه و در این شرایط 96 بلاک رنج کاندویت میشه، یعنی تا 96 بلاک ازش فاصله بگیرید همچنان کار میکنه. حالا بازم شرایط داره، بذارید هرچی پریزمارین دارم وردارم، جیر خوردم برای دست آوردن اینا. یه جوری هم میخوام درستش کنم که اپیزود بعدی احتمالاً خواستم خونه زیر آبامو درست کنم ویو داشته باشیم، بهش بگیم واه مثلا جات خفن. فکر کنم پوشن نایت ویژن هم بخوایم، چون اینجا دید میگن هویج بخور برای چشت خوبه، اینم هویج رو مجموع میکنی. دوستانمون تو موجانگ استفاده کردن از این قضیه. ایول روشن روشن شدم چی. خب بذار ببینم کجا درستش کنیم. بذار ببینم، بیاد این ور آقا جون، بیاد این ور. این ملک رو من خریدم دیگه، بذارید این کلپا رو بزنم همه رو بترکن، باشم خلوت کنم این زیرو. چقدر حال بده این کلپا رو میزنی. چقدر گراول این کفه، من نمیدونستم اقدر گراول کفه دریاه. لایروبی داریم میکنیم این کفه دریا رو، لجنزدائی. برنامه اینه، میخوام اینجاها یه دونه خونه درست کنم، از این شیشه های بزرگ بذارم رو به دریا ویو داشته باشه، بعد کاندویت هم این جلو باشه، بعد بعدن دوباره از کاندویت هم به این خونه تونل بزنم، از این خونه که به اینجاست یه تونل بزنم دوباره به همه خونه که اینجا ساختم، و اونور کاندویت هم دوباره میتونم تونل بزنم، ریل بزنم، حرکت بزنم. این سری خیلی برنامه دارم کلا. بذارید کاندویت هم همینجا درست کنم، یه گراول از اینجا بردارم منتقل کنم به اونور، کچلی های اونور رو پر کنم. کلن همه چیز زیر آب کند میشه لامصب. همینطوری هم خوبه دیگه، خیلی هم نمیخوام اینجا رو بذارم بهتره کنم. کاندویت هم همینجا میام یکم بالاتر درست میکنم. یه سری نکاتی هم داره. این نور بیکن هم، این لیزر بیمی که اینجا میبینید داره میره هوا از زمین به آسمون، این نور بیکن هم که زیر آب هم معلومه. اگه اینجا بعدن خیلی خشک و خالی به نظر اومد، میتونم بونمیل بیام درست کنم بزنم کف اینجا یکم اقلیم های اینجا دوباره ریجنریت شه، دوباره گیاه اینجا رشد کنه یکم. بیا دوباره قلنج شکست اقیانوس. 6 1 2 3. الان اینی که من آوردم بالا اصلا نیاز نیست، یکم بریم جلوتر و کاندویتو که تکمیل کردم و شب شد، چراغ رو خاموش کردم، نایت ویژن رو بخورم. وقتی کاندوی تکمیل شد دقیقا همون موقع بهتون میگم که کدوم قسمتاش فقط لازمه. اینا رو من دارم الان برای قشنگی میزنم. برای اینکه کاندویتتون فعال شه کافیه 3 تا رینگ پریزمارینی فقط احاطش کنه. حالا ببینیم چه جوری میشه. الان من میخوام اولین رینگم رو درست کنم، از اینجا هم شروع میکنم. منظورم از رینگ این، الان قشنگ متوجه خواهید شد همتون. 5 در 5 در 5 3 4 5
5 1 2 3 4 5 این اولین رینگمونه. حالا یه دونه این همین این ورش هم درست میکنم، اینا لازم نیستا، فقط این رینگا لازمه. این از اولین رینگمون. حالا یه رینگ دیگه هم درست میکنم، 2 1 2 3 4 5 اینم از این. الان دوتا رینگمون رو درست کردیم، دست دوتا مربع 5 در 5ی هن که رفتن تو هم دیگه. حالا اون یکی رینگمون هم درست میکنیم، اینم از این. منظور از رینگا اینه، الان سه تا رینگ هن که اینا تو هم هن. یعنی یه تعدادی از بلاک هاشون هم مشترک میشه با هم دیگه. حالا من باید اینو کامل نکردم از این برش. حالا من باید این بلاک کاندویت رو بذارم وسط این تا فعال شه. کاندویتتون هم باید توی آب باشه. حالا میتونید رو سطح زمین هم درست کنید، منتها باید آب رو ببرید بالا. مثلا میتونید رو سطح زمین درست کنید، این بلاک های بینش رو شیشه بذارید و توش رو پر آب کنید و کاندویتتون فعال میشه حتی روی سطح زمین، ولی باید دورش رو آب احاطه کنه و حداقل کاندویتتون برای اینکه فعال بشه باید توی یه دونه مکعب 3x3 باشه. الان من توی مکعب 3x3 هم دقیقا حداقل میزان آب مورد نیاز برای اینکه کاندویتم فعال بشه هست. کاندویتم باید وسط باشه دقیقا. اینم بذاریم اینجا و اینو باید بکنم. فعال شو جونه مادرت. ایول فعال شد. اینم از این کاندویت داریم بچه ها. بذارید پایه های این ورش هم بزنم. الان کاندویتمون فعاله. از قصدم اینجا رو درست نکردم با گراول که یکم مثلا بالا پایین باشه، یکم حالت طبیعی تری به خودش بگیره کاندویت. ضمن اینکه صدای ضربان قلبم میده. صداش می‌کنید؟ صدای استرس زا، یادم استرس میگیره این صدا رو میده. ولی من دیگه پوشن واتر بریدینگ نیاز ندارم. چرا؟ چون اطراف این هستم خودش واتر بریدینگ بهم میده. الان می‌خوایم کاندویت پاور اصلا ببینیم چی. الان من کاندویت پاور دارم. کاندویت پاور چیه؟ چی کار میکنه؟ سه تا کار مهم انجام میده. اینه که تا اطرافشین توی رنجش هستین نیازی نیستش دیگه زیر آب نگران تنفس باشین، همینطوری بهتون اکسیژن میده، اکسیژنتون رو پر میکنه. یکی اینه. یکی اینکه سرعت ماینینگتون رو زیر آب زیاد میکنه. ببینید چقدر زیاد شد. این اصلا نمیبینید بلاکو کنده میشه سری. یکیش اینه. یکی دیگه‌اش اینه که نایت ویژن هم نمیخواید اطرافشید. یعنی این کار این دوتا پورشنی که من خوردم انجام میده. الان اثر این پورشن هم تموم شد دیگه من نیاز نیست نگران باشم. الان که دارم فکر میکنم میبینم که کاندویت واقعا نسبت به بیکن پرکاربردتر میتونه باشه. اون بیکن حالا حرکت خاصی نمیزنه، رنجش هم خیلی کمتره، اما اینی که الان من ساختم اولا که خیلی به متریال کمتری به نسبت بیکن نیاز داره، ثانیا رنجش خیلی بیشتره. این الان 96 تا بلاک رنج داره و هی شارژ میشه دوباره. بله اینم از کاندویتمون. یه دونه امرالد هم بذاریم رو، ترکیب رنگیش میخوره، بد نیست، چقدر باحال شد. یه نکته دیگه هم کسی که اگه زامبی ما به چیزی بیاد نزدیک این دمیج میخوره ازش. تا 8 تا بلاک رنج داره برای دمیج زدن به ماب ها و زامبی ها و دوجک و جونه برن. این هم از این کاندویتمون هم تکمیل شد، چقدر شیک و مجلسی، چقدر باحال. چند تا نکته دیگه هم مونده. کاندویت پاور فقط وقتی که تو آبیت کار میکنه. الان من با اینکه نزدیک کاندویتم هم ولی تو توی آب نباشم کار نمیکنه. الان اومدم بیرون اثرش خواهد رفت. یه حالتش اینه یا وقتی که بارونم بیاد توی خشکم کار میکنه. اینم از این. و همونطوری که میبینید نور خودش ساطع میکنه. میبینید یه روشنایی داره ساطع میکنه. اندازه تورچ فکر کنم میتونه نور بده. لول نوری که این کاندویت میده 15، یکم اون پایین روشن میکنه خودش. 6 تا هم الان سی لانترن داریم. چقدر خوب آدم دایو میزنه، اصلا نگران هیچی هم نیست. سی لانترن بذاریم اینجا شکم نور بیشتر بده و قشنگتر شه. این هم از پروژه کاندویتمون. کاندویتمون هم درست کردیم. الان بیس هم واقعا داره قوی میشه، داره واقعا سر و شکل میگیره به مرور زمان. اینجا اگه یادتون باشه هیچی نبود، یعنی تا این جلو درخت بود. خورد خورد مزرعه زدم و انباری و اونور تو اون جزیره ندر رو اوکی کردم و این لانترن رو هم گذاشتم. خوب شد میبینید بالا وقتی بیرون بهش نگاه میکنید قشنگ داره نور از خودش ساطع میکنه. حالا این لانترن ها خیلی بیشتر به چشم میاد وقتی که اینجا خونه زیر آبیمو درست کنم. الان میخوام بلندشم برم ویلج، همون ویلجی که قبلا با کارتوگرافرش ترید کردم. یکم با بقیه اعضای ویلج هم ترید کنیم ببینیم چه خبره. یکی از برنامه‌ام برای این سری سروایوول اینه که کلا برم با همه ویلجرها تریدامو مکس کنم، ببینم چه چیزایی به درد بخوری ازشون میتونم به دست بیارم. بذار یه چیز دیگه‌ام تست کنم. گفتید روی این بیکنه شیشه رنگی بذاری رنگش عوض میشه. اوه شیشه بذاریم روش پس رنگی میشه، چقدر خفن. بذاریم اینجا
اینجا. به دمتون گرم بچه ها، اینم نمیدونستم، خیلی باحال شد. پریچر پاشو تن لش تو تکون بده. او لش کرده این تو، بذار بینم. الان با من تو قایقه. بریم پریچر، بریم با هم دیگه، بریم ویلج. شبیه گوگوش و بهروز وسوقی که روی موتوره داشتن میرفتن، منم الان با پریچر داریم میریم به سمت ویلج. پریچر نیست، برای چی گوری رفتی تو؟ بابا واقعا گم شد پریچر. کدوم گوری؟ هرچی گوشیشو میگیرم جواب نمیده. اینجاست، خدا رو شکر. کدوم گوری بودی تو؟ من کلیک راست نکردم رو تو که تمرگیدی. یعنی چه با دوستان بیرون بودم تا این وقت شب؟ اصلا دوستات بخوان شاید خودشون از برج پرت کنن پایین، تو هم باید این غلطو بکنی؟ ببینیم بابا. اول رسیدیم به ویلج، رسیدیم به آبادی، رسیدیم به انسانهای دیگه. بذارید میخوام براشون اسم بذارم، نیم تگا رو برای این آوردم. قشنگ 16 تا نیم تگ داریم. ثبت احوال اومده اینجا، کارتای ملی هوشمندتون آماده است دوستان. یه اسم بذاریم. چی بذاریم؟ اسقر. یه اسقر. کی دوست داره اسقر باشه اینجا؟ بذاریم کارتوگرافمون رو بذاریم اسقر. به این شد اسقر. تو الان اسقری؟ بیا اینور اسقر جان. دیگه چی بذاریم؟ یه دونه دیگه بذاریم، اکبر. اکبر یعنی بزرگ. نمیخوام روی آدم بیکار اسم اکبر رو بذارم، مثلا این لایبرریانه. اکبر، اکبر جان خوبی؟ ترید هم میخوام بکنیم باش. یس، ته بود اکبر. محل کارش این ته، این ناویسه. برچه من به این گفتم لایبرریان، همونه دیگه، ول کن، فرق زیادی ندارم با هم دیگه. بر وزن افعل بذاریم هم اسما رو. افعل یفعل و افعل افعال. اکبر، اسقر، احمد. اسم مؤنث هم بذاریم اکرم. اکرم و یکرم و اکرم اکرام. بذار احمد هم اینجا داره کار میکنه، این که کار خاصی نمیکنه. اینو بذاریم اکرم، به درد نمیخوره چیزایی که بهمون میفروشه. 13 تا امرالد بهت بدم که تو کپک یه دونه شارپنس یک به من بدی. حالا پاره سنگ مگه برداشته؟ بذار ببینیم لنترن ازش بخریم، باز لنترنه به درد میخوره. چند تا لنترن ازش بگیریم، زودم لول اپ میشه. احمد و اکرم زن و شوهر شدن. احمد و اکرم. اشرف یعنی کسی که در شرفه. به تو هم میذاریم اشرف. انتر ربطی به افعال نداره. صغرا و کبرا. اکبر و کبرا. نانای اسقر و صغرا. نه خب دوست دارم همش افعال باشه. اعظم. اعظم. بذار از این مارکا هم بذارم. اعظم، فهمیدید؟ یعنی اعظم نه، اعظم. تو اعظم، اکبر با اعظم. آها اسمیتمون هم اسم نداره. بذار سر اسم اینو یه چیز دیگه میذاریم. اسم اینو میذاریم یدالله، چون با دستش هم کار میکنه، کار یدی انجام میده. اسمش میذاریم یدالله. بریم محل کارش. یدالله جان، تا الان اسمت فرق میکنه با بقیه اینا از نظر وزنی. حالا قضیه جداست، تو دیگه رئیس اینا میشی دیگه. من اینجا رو میسپارم دست تو. تو خیلی بیشتر از اینم کار میکنی، اصلا این تو ویلج نمیپله که، همش بدبخت داره کار میکنه و تلاش میکنه. یه گربه هم اینجا فکر کنم داره. پس شد یدالله و اکبر و اسقر و اعظم و اشرف و احمق بذاریم مثلا. افعل دیگه. احمق قصاب. احمق قصاب کو؟ این قصابمونه دیگه. این هم اسمشو گذاشتیم احمق. خب بذار ببینیم با این بازم میتونیم ترید کنیم. امرالد نداریم، باید یکم کاغذ دوباره بدم. احمد اکرم. چقدر جالب، احمد و اکرم الان با هم به طور رسمی ریلیشن شوپشون رو همه میدونن، خبر دارن کل ویلج از این قضیه. اعظم. ولی این لوره سو میخواد بده 35 تا امرالد سر گردن از شهر هرته. مگه اینجا خیلی پول میگیره؟ یا همه اسم دارن الان. یدالله، اکبر، احمد، اشرف، اکرم. به هر حال اپیزود خیلی خوبی بود، مختصر و مفید. امیدوارم که ازش لذت برده باشین. اپیزود بعدی میخوام بریم خونه زیر آب اوکی کنیم، حرکت بزنم اون پایین یکم براتون، که اپیزود 25 رسیدیم، قشنگ مپ کاملتر شده باشه برای دانلود وقتی میذارم. و تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار همگی.